حالت ادامه داره. نکته دوم هم از لحاظ تاریخی مهم هست به نظر من، این است که آیا واقعا شاه حق به عزل مصدق رو داشت یا نه؟ آیا در دوران فتره، دورانی که مجلس منحل شده، شاه حق عزل نخست وزیر رو داشت یا نه؟ اگر شاه حق عزل نخست وزیر رو داشت، در واقع چون که خودش ادعا میکرد کودتا کننده اون نبود، کودتا کننده مصدق بود که یک حکم قانونی رو نپذیرفته بود. دکتر صدیقی مثلا به تصریح میگه که در دوران فترت پادشاه حق عزل نسل به نخست وزیر رو داره. دکتر صدیقی به خود مصدق میگه که اگر شما مجلس رو منحل بکنید شاه ممکنه شما رو عزل بکنه. مصدق میگه شاه جرأت نداره و انحلال مجلس اوضاع رو خیلی دگرگون میکنه دیگه. یعنی دوباره اگر شما به اسناد نگاه بکنید، از 51 تا 53 تقریبا شاه در مقابل پیشنهادات انگلیس برای کودتا علیه مصدق مقاومت میکنه. بارها و بارها بهش این پیشنهاد میشه و مقاومت میکنه، میگه من باید یه راه قانونی برای عزل مصدق پیدا بکنیم، ولی همیشه هم تکرار میکنه که من میخوام مصدق رو عزل بکنم، من موافق سیاست های مصدق نیستم، او رو برای مملکت خطرناک میبینم، اقتصاد رو داره داغون میکنه. اینها رو میگه در پشت پرده به سفیر آمریکا و انگلیس، ولی در این حال میگه که من حاضر نیستم در یک کودتای نظامی علیه مصدق شرکت بکنم. به محض اینکه مجلس رو منحل میکنه دکتر مصدق، شاه میگه که من حالا حاضرم که من عزل مصدق رو بدم، برای اینکه الان حق قانونی دارم. و این یه بحث بسیار به نظر من مهم تاریخی است که باید بهش توجه کرد که آیا این حق رو در اون روز شاه داشت یا نه. آیا این موضوع در قانون اساسی اون زمان مبهم مونده یا اینکه روشن است؟ در قانون اساسی ابهام داره، ولی در سنت تاریخی و قانونی ایران این کاملا وجود داشته. دوباره دکتر صدیقی خودش میگه من به دکتر مصدق گفتم که در نمیدونم 2000 روزی که رقم دقیق میگه، من رقم دقیق شران یادم نیست، تو کتاب آوردم، میگه در این 2000 روزی که حدوداً از دوران مشروطه میگذره، حدود 60% این روزها مجلس در فترت بوده و در تمام این دوران پادشاه بخت از اون نصف نخست وزیر میکرده و قانونی هم هست و هیچ منع قانونی نداشته. در واقع اگر این امکان وجود نمیداشت عملا چرخ دولت ما میمون. مصدق هم این رو به ذرس قاطع میتونم بگم، من نامه پیدا کردم از خود مصدق به شاه، در واقع نه به مستقیم به شاه، به رئیس دربار نوشته، به حجیر نوشته، خطاب به شاه. وقتی که اینها تحسن میکنن در دربار، بعد از اون تحسن مصدق نامه‌ای به شاه مینویسه و میگه که الان در دوران فترت هست، مجلس نیست و شما این حقو دارید که نخست وزیر منصوب بکنید، چرا یک نخست وزیر خدمتکار منصوب نمیکنید؟ یعنی خود مصدق به تصریح اون نامه این حق رو میپذیره، دکتر صدیقی این حق رو میپذیره، سنجابی این حق رو میپذیره در قانون اساسی. و سخنرانی های دکتر مصدق در دربار، سخنرانی های شایگان در دربار خیلی جالبه، گویای این هست که اینها کاملا معتقدن که شاه یه چنین حقی داره. خب میگم به تصریح نامه خود مصدق هست. مصدق هم دو حرف متفاوت میزنه. در واقع شب 27 مرداد وقتی هندرسون به ایران برمیگرده، مصدق به هندرسون میگه که من حکم عزلی از طرف شاه دریافت نکردم، که این درست نیست، دریافت کرده، امضا کرده. خود دکتر فاطمی در 25 مرداد توی باختر امروز میگه که یک چنین نامه‌ای بود، نمیگه حکم بود، میگه نامه محرمانه دکتر مصدق دریافت کرد. میدونیم اون نامه محرمانه چیه. به هندرسون میگه که من نامه دریافت نکردم و تازه اگر هم دریافت میکردم من اجراش نمیکردم، برای اینکه من معتقد نیستم شاه حق اصل نصب نخست وزیر رو داره. یعنی حرفش عوض میکنه، بعدن حرفش رو دوباره در دادگاه نظامی عوض میکنه. اونجا ازش میپرسن شما بهتون حکم عزل دادن، چرا نپذیرفتین؟ مصدق در اونجا میگه که من حکم رو تقلبی میدونستم، برای اینکه خطش یه جوری بدی بود، بعدم دیر به من حکم رو ابلاغ کردن، من فکر کردم که این حتما بوی یک کودتا میاد. در دادگاه میپذیره که به تلویح و در اون نامه‌ای که عرض کردم به تصریح، متن نامه در خاطرات شایگان هست. پس به این یعنی میپذیره که میپذیره که شاه حق عزل و نصب داره در دوران فترت، در دورانی که مجلس نیست. به این موضوع
که مصدق میدونست که اگر پشتوانه حزب توده رو بخواد ازش استفاده بکنه غرب قبول نمیکنه این مسئله رو، نه تنها اینکه غرب قبول نمیکنه بلکه مسئله جنگ داخلی در ایران انجام میگیره. چرا نتونست با غرب یک مذاکره و مصالحه‌ای بکنه که خودش برنده بشه از اونجا و سلطنت رو نگه داره و خودش یک حکومت تقریبا دموکراتیکی در ایران برقرار کنه؟ من فهم میکنم این شاید مهمترین سوالی است که در مورد مصدق باید پرسید که چرا حاضر به چنین کاری نشد، به خصوص وقتی که معلوم بود 1953 دیگه انگلیس‌ها اجازه فروش نفت رو تا مدت‌ها نخواهند داد. معلوم بود که آمریکایی‌ها حاضر به کمک اقتصادی زیادتری نخواهند بود. معلوم بود که مصدق سعی کرد فوریه 53 نفت رو به چین کمونیست بفروشه به 50% قیمت بازارش. چین کمونیست میپذیره که بخره، ولی میگه به شرطی ما میخریم که شما نفت رو بتونید اینجا توزیع بکنید، ما وسیله آوردن نفت رو اینجا رو نداریم. وقتی همه این چیزها رو میدید و وضعیت اقتصادی رو میدونه و ریزش هایی که در درون به هر حال نسبت شده بود، مکی رفته بود، بقایی رفته بود، کاشانی رفته بود، زیاد بودن، تعداد خیلی زیاد بودن، چرا حاضر نشد در اون زمان اون واپس این پیشنهاد چرچیل و آیزنهاور رو بپذیره؟ من فکر میکنم که سوال بسیار بسیار مهمی است. آیا بهتر آدم روی یه اصول مجرد مطلق سیاسی تأکید بکنه اونچنان که مصدق کرد، یا با سنجش شرایط بهترین توافق میسر رو، بالاترین امتیازهای میسر رو بگیره و مملکت رو از یک واقعا جراحتی که 28 مرداد بود، 28 مرداد یک جراحتی در روح جامعه ایران ایجاد کرد که هنوز هم به نظر من اون جراحت ادامه